سلام یوتیوب، دمتون گرم که ویدیوی من تماشا میکنید. هرچند زیاد نیست ولی خب جای شکرش باقیه. موضوع ویدیو خیلی در مورد کامپیوتر و شبکه و اینترتینمنت نیستش. خیلی فکر کردم که برای این هفته یه موضوع متفاوتتر اما به مراتب به درد بخورتر واسه شرایط اقتصادی و فعلی درست بکنم. خیلی سعی کردم فکر بکنم به اینکه چه راهکاری میشه ارائه کرد که آدم ها بتونن کسب درآمد بکنن به طریقی که خب بشه هم این بحران های اقتصادی رو در واقع یه جوری رد کرد که در واقع نشأت گرفته از بیدرایتی و سوء مدیریت مدیرای کشور ماست، یا به نحوی در واقع بشه نحوه درآمدزایی رو طوری تغییر داد که دیگه این شکاف عمیق بین ریال و دلار اذیت کننده و آزاردهنده نباشه. خب اگر راهکارش خیلی ساده به عقل هر کسی برسه و جنم انجام دادنش رو داشته باشه، دیگه اینطوری نیستش که من مجبور باشم به خاطرش ویدیو بسازم. اما خب متاسفانه میگم یه تابوایی تو کشور ما از نظر درآمدزایی وجود داره که آدم ها فکر میکنن که نه، نمیشه درآمد دلاری داشت. خب اگر درآمد دلاری میشد داشت، همه میرفتن دنبالش. نه، میشه داشت اما سخته. به همون مقداری که دلار گرونه، درآمد دلاری داشتن هم سخته. اگر بخوام دلار رو به معنی امروزیش یکم تعریفش بکنیم، دلار کارنسی یا واحد پول یک کشوری اونور دنیاست که تأثیر مستقیم داره تو معیشت مردم توی دقیقاً این ور دنیا. بنابراین این یه واقعیته که نمیشه ساده از کنارش گذشت. دیگه تقریبا میخوام بگم که خورد و خوراک مردم هم قیمتش با این دلاره داره بالا پایین میره. البته بالا میره ولی پایین نمیاد. بنابراین شاید یکی از راههایی که شما بتونید از این مخمصه فرار بکنید، اگر خب مثل من جوون هستید یا حتی جوونتر هستید و در واقع الان دیگه شرایط طوری نیستش که به شما اجازه بده، اگر یه تینیجری علاقه خیلی زیادی به گیم داری، دمت گرم، داری دنبال علاقت میری، اگه دنبال این هستی که استریم بکنی اصلا هیچ ایرادی بهت وارد نیستش، اقتضای سنته و باید ازش لذت ببری. اتفاقا خیلی هم کار لذت بخشه، من خودم همیشه ازش لذت ببرم. استریم یوتیوبرهای خیلی خوب توی یوتیوب نگاه میکنم و خیلی حال میکنم. اما شرایط فعلی دیگه به تو اجازه نمیده مثلا مانیتور دلخواه خودتو بخری. شرایط فعلی بهت اجازه نمیده که کیبورد گیمینگ دلخواه خودتو بخری، کارت گرافیک مورد علاقتو بخری. یکم وارد زندگی که بشی، اگر مثلا طراح باشی، فیلمساز باشی، ویلاگر باشی، تجهیزات مورد نظرتو با این دلار نمیتونی بخری. بنابراین مجبوری بیای روی پلتفرمی کار بکنی که درآمدش دلاری باشه. اصلا چاره ای نداری. شما نمیتونی به ریال در بیاری و تجهیزاتی رو بخری که قیمتش با دلار حساب میشه. شما الان یه دونه دوربین نه خیلی های رنج، مید رنج هم بخوای بخری که حتی فول فریم نباشه، حداقل الان بین 12 تا 15 تومن باید به خاطرش پول بدی. چه کنون باشه، چه سونی باشه، چه نیکون باشه. هر دوربینی، هر تجهیزاتی، یه میکروفون رودو الان باید 7 میلیون به خاطرش پول بدی. بنابراین میخوام بهت بگم که وقتی واحد پول به میلیون دیگه باید حساب میشه و شما این سطح درآمد نداری، به خاطر همین بیخیال میشی. اما توی این ویدیو قصد دارم که نیام اینجا بشینم بگم که این چنل منو سابسکرایب بکنید. اگر دوست داشتید بکنید، اگر دوست نداشتید نکنید. شاید این متفاوت ترین ویدیو من توی چنلم باشه. موضوع اینه که شروع کنید. هر جوری که میتونید شروع کنید. من هم روز اول ویدیوهایی که در مورد کوه ساختم، برید یکی دوتا ویدیو اول منو ببینید. با موبایل گرفتم و با موبایل ادیت کردم. ادیت خوبی نداره، صدای خوبی نداره، رنگ خوبی نداره. حتی خودم اصلا ازشون راضی نیستم. ولی همونها کم و بیش به لطف وجود
کسایی که حالا منو حمایت میکنن ویو گرفتن. از یه کار از یه جایی شروع میشه. یعنی میخوام بهتون بگم که اگر علاقه دارید که روی پلتفرم یوتیوب کار کنید، از یه جایی شروع کنید. همه ما آدما دچار در واقع اینرسی هستیم، یه اینرسی اجازه نمیده که شروع بکنیم، ولی باید در واقع اون عادت ها رو شکوند. تمام یوتیوبرهای خیلی قوی موقعی که ویدیوهاشون رو نگاه کنید، وقتی از حد موفقیتشون صحبت میکنن، شما میبینید که میگن بریک دی هابیت، عادتاتون رو بشکنید. و باید دقیقا شروع کنید با ویدیوهایی که میتونید بسازید، در موردشون تخصص دارید. خب قطعا توقع نمیره که یه تینیجر بیاد یه ویدیو تخصصی بسازه، چون اصلا کی وقت کرده که تخصص کسب کنه؟ اگر داره که خیلی دمش گرم، واقعا از تک تک ماها جلوتره. ولی خب به چی علاقه داره؟ به استریم علاقه داره، شروع کنه، شروع کنه به یادگیری. بیشتر حرفم اینه که شروع کنید به یادگیری از یوتیوب. یوتیوب تنها ترین و بهترین پلتفرمیه که در حین اینکه دارید ویدیو میسازید و روی یوتیوب آپلود میکنید، میتونید ازش یاد بگیرید. میلیون ها میلیون توتوریال وجود داره که چجوری ویدیو خودتون رو کالر کنید. میلیون ها میلیون ویدیو وجود داره که چجوری صدای بهتری بگیرید، چجوری فوتیج بهتری بگیرید. منظورم از فوتیج حالا اون فیلم و قالبیه که در واقع دارید تصویر برداری میکنید. کلی ویدیو وجود داره که چجوری محتوا بسازید، چجوری اسکجول بکنید، یعنی زمان بندی بکنید واسه در واقع آپلود ویدیوهاتون. و هزاران مشکل وجود داره، اهم از سرعت اینترنت توی کشور ما، اهم از فیلتر بودن پلتفرم یوتیوب توی کشور ما. ولی اگر شما واقعا نیتتون این باشه که محتوای خوب تولید بکنید، محتوای ارزشمند تولید بکنید، چیزی رو ارائه بکنید که آدما کمتر میدونن یا ترند آدما خیلی دنبالشن که در موردش بدونن و یاد بگیرن. یه موضوع خیلی ساده مثال بزنم. الان خیلی تو کشور ما دنبال اینن که اطلاعات کسب بکنن در مورد بیت کوین. اینکه چه جوری یه در واقع بلاک چین جنریت میشه توسط ماینرها. میتونید اگر اطلاعاتی دارید میتونید در موردش ویدیو بسازید. در مورد معرفی تکنولوژی اگر علاقه دارید میتونید ویدیو بسازید. اگر در مورد کامپیوتر، شبکه یا هر دانشی الکترونیک اطلاعات دارید، میتونید در موردش ویدیو بسازید. و مطمئن باشید یک عده آدم وجود دارن که چیزی که شما فکر نمی‌کنید آدم شب بشه احتیاج داشته باشن، اونا دقیقاً به محتوایی که شما تولید می‌کنید احتیاج دارن. بنابراین شروع کردن یوتیوب، من هم می‌خوام تکرار صحبت همه یوتیوبرهایی که قبل از من این رو گفتن، شاید تو ویدیوهای خارجی اینو دیده باشید، انگلیسی زبان ها خیلی بهش تاکید کردن و حتی یوتیوبرهای خیلی خوب ایرانی که در واقع خیلی خوب دارن روی این پلتفرم فعالیت میکنن این موضوع رو گفتن، اینکه همه ما اولش دچار این اشتباه شدیم که تجهیزات داشته باشم شروع بکنم. ولی من یوتیوبرهایی رو میشناسم که با دوربین های تک لنزی شروع کردن، یعنی دوربین هایی که یه لنز دارن و مثل دوربین هایی که الان جدید توی بازار اومدن دو تا سه تا لنز ندارن، با دوربین های تک لنزی شروع کردن و موفق هم شدن. موضوع اینه که شاید شما فکر کنید که یه محیط استودیویی میخواید با یه کارم تجهیزات، ولی نه، اصلا اینجوری نیست. تمام محیط هایی که ما الان داریم توش ویدیو میگیریم شاید فضاهای 2x1 متری باشن که در واقع گوشه ای از خونمونه و داریم استفاده میکنیم. خیلی از یوتیوبرها در واقع روم تور میذارن، برید روم تورهاشون رو نگاه کنید. کاملا یه اتاق رو حتی نتونید، حتی بهتریناشون که چندین سال روی این پلتفرم دارن کار میکنن و از بهترین تجهیزات بهره میبرن، تا امروز نتونستن یه اتاق کامل به یه استودیو اختصاص بدن، چون اصلا لازم نبوده. کار تولید محتوا عمدش به خود محتوا بستگی داره، نه به در واقع تجهیزات. شاید مثلا محیط های
ویدیوهای مختلف رو ببینید و بگید خب من این رو ندارم. ولی در واقع اصلا کلا شروع کردن روی پلتفرم یوتیوب اینجوری نیستش که شما بگین که حتما باید داشته باشم که شروع کنم. نه اصلا اینجوری نیستش. من ویدیو استریمر های 12 ساله ای رو دیدم که تو اتاقی که هیچ طراحی نداره به واسطه وبکمشون دارن محتوا تولید میکنن و دیده میشن. مطمئن باشید خب توی روند تو استمراری که داره انجام میده توی 2 سال 3 سال قطعا به نتیجه میرسه. خیلی از یوتیوبرهای مطرح توی دنیا که حتی کتاب هم انتشار دادن در مورد فعالیت، اینکه چگونه شما فعالیتتون رو روی یوتیوب شروع بکنید، وقتی برید نگاه بکنید همشون به قول معروف یه جورایی به اتفاق همشون میگن که یوتیوب دو ماراتونه، دو سرعت نیستش. یعنی اگر روش استمرار نداشته باشید، یعنی استمرار نداشته باشید به موفقیت نمیرسید، ولی اگر استمرار داشته باشید 100% گارانتی میکنه که شما به موفقیت میرسید. حالا اینکه شاید پیش خودتون بیاد بگید که او حالا من الان شروع کنم 2 سال دیگه میخوام به یه درآمدی برسم، اگر شروع نکنی چی میشه؟ اگر شروع نکنی همین دلاری که امروز نمیدونم تازه با ریزشش فکر میکنم پولوهوش 21 22 وایساده، با این دلاری که فکر میکنی قطعا میدونی که پایین ترم نمیاد، فکر میکنی چه اتفاقی میفته 2 سال دیگه؟ 2 سال پیش ما کجا بودیم؟ 3 سال پیش ما کجا بودیم؟ سال 96 ما کجا بودیم؟ کی فکر میکردش که دلار از 3 تومن برسه به 20 تومن؟ این حالا خیلی مهم نیستش، ولی واقعا فکر میکنید 2 سال بعد این روند رو به رشد دلار به کسی رحم میکنه؟ قطعا اینطوری نیستش. اگر بخوایم منتظر این باشیم که شرایط خودش رو با ما وفق بده، قطع به یقین اینطور نیست. و خواستم این ویدیو رو یکم جدی بگیرم و جدی انتقالش بدم، اینکه بدونید که فقط شمایید که میتونید خودتون رو با شرایط وقف بده. شرایط فعلی اینه. اگر فکر میکنی که این جنم اینو داری که استمرار داشته باشی و تا 1 سال هر هفته یه دونه ویدیو بذاری و از اینکه ویدیوهات مثل ویدیوهای من ویو نخوره ولی باز ویدیو بسازی، اگر این جنم رو در خودت میبینی، بهت میگم که از همین الان ویدیوی من رو قطع بکن و شروع بکن به این که محتوا تولید بکنی و بیای جلوی دوربین بشینی و ویدیوت رو توی یوتیوب آپلود بکنی. چون شاید دیگه از باقی مونده های امید کسایی باشه که دارن توی این حوزه کار میکنن. مثلا وقتی من میبینم یه استریمر 10-12 سالشه، اصلا هم لازم نداره که کسب درآمد بکنه، اصلا احتیاجی نداره، میشه بهونه میگیره میگه واسه من کنسول بخرید، پدر مادرش هم یه روز دیرتر، 2 روز دیرتر، 1 هفته دیرتر، 1 ماه دیرتر نهایتا این کارو واسه انجام میدن. خب بچه شونه، این کارو هر جوری شده واسه انجام میدن. شما میتونین حتی اگر استریمر هستین میتونین روزی 8 ساعت 10 ساعت بازی کنید، 10 ساعت بازی کنید اوکی، ولی بیاید این سایت ذهنیتون رو در مورد بازی که دارید انجام میدید شیر بکنید. الان دیگه درآمد طوری شده که الان ما تو شرایط کروناییم، این ویروس کاملا دنیا رو گرفته، اقتصاد کل دنیا رو تحت تاثیر قرار داده. دیگه الان کسی نمیتونه از دستش فرار کنه و بگه من از وجود کرونا تحت تاثیر نیستم. بنابراین کاری که شما باید انجام بدید اینه که سعی کنید کم کم بیاید به سمت کسب و کارهای اینترنتی، حالا به هر نحوی. یکی از ساده ترین هاش در واقع خود یوتیوبه که شما دانش و تخصصتون رو با دیگران به واسطه پلتفرم یوتیوب شیر بکنید، یا تجربتون، لایف استایلتون رو با دیگران شیر بکنید به واسطه که روی یوتیوب ویو بخورید و کم کم این ویو ها بیشتر و بیشتر بشن، میتونید کامرشیال بگیرید روی ویدیوهاتون و خب
کسب درآمدتون رو بعد از اینکه کانالتون رو مانیتایز کردید کسب درآمدتون رو شروع بکنید. این ویدیو رو ساختم جهت اینکه بگم عقب نمونید. خود من تازه کارم، مدت زیادی نیستش که شروع کردم، اما هرچی رفته رفته میبینم که بازار کار در واقع داره سختتر و سختتر میشه، بیشتر تهییج میشم به اینکه بتونم رو پلتفرم یوتیوب قوی تر کار بکنم. گفتم تجربه‌ام رو از این مدت تقریبا یه چیز حدود 3-4 ماهی که روی این پلتفرم دارم کار میکنم، من هنوز به 100 ساعت در واقع تایم ویو نرسیدم که بگم اصلا دیده میشم، هنوز که هنوز دیده نمیشم، اما میتونید با من جلو بیاید و رفته رفته ببینید که خب پیشرفت حاصل میشه. اینطوری نیستش که فکر کنید نه ما میریم توی پلتفرم یوتیوب کسی ما رو نگاه نمیکنه. من قشنگ یادم روزه اولی که ویدیو میذاشتم، ویدیوام 2-3 روز ویو نمیگرفت، ویوم 0 بود. از اینکه شما بخواید از 0 تا 100 سابسکرایب برید واقعا ضعیف اتفاق میفته. یعنی یوتیوب شما رو ساجست نمیکنه، ولی رفته رفته که ویدیو میذارید و یوتیوب جدیت شما رو حس میکنه، بعدن کم کم شما رو بیشتر ساجست میکنه و اتفاقی خیلی خوبی براتون میفته که امیدوارم برای من هم این اتفاق بیفته هرچه سریعتر. خلاصه جمع‌بندی این ویدیو اینه که لطفاً منتظر این نباشید که یه معجزه اتفاق بیفته، چون اتفاق نمیفته. منتظر این نباشید که آسمون پارشه، یه پول گنده‌ای واسه شما بریزه پایین، شما برید تجهیزاتتون رو فول بکنید و بعد شروع بکنید به این که خب بیام ویدیو بسازم. حالا نه، اصلا اینجوری نیست. همه این اتفاق هم بیفته، اگر محتوای ویدیویتون خوب نباشه جدی گرفته نمیشید. بنابراین ازتون میخوام که کم کم با تجهیزاتی که دارید، الان دیگه هر کسی یه دونه اسمارت فون داره، ماشاءالله هزار ماشاءالله تو کشور ما که برمش برم تینیجرها همشون یکی یه دونه اپل هم دستشونه، خدا رو شکر. بنابراین شروع بکنید و مطمئن باشید که اتفاق خوب براتون کم کم رخ میده، ولی قطعا یک دفعه این اتفاقا نمیفته. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. اگه دوست داشتین چنل من رو سابسکرایب بکنید.